مخالفان دولت بشار اسد میگویند که در انتظار پاسخ سازمان ملل متحد به درخواستشان برای شرکت در تازه ترین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو هستند. در این دور از مذاکرات علاوه بر نمایندگان دولت بشار اسد، مخالفان کرد نیز حضور دارند. ترکیه اعلام کرده که در صورت دعوت از مخالفان کرد به ژنو، این دور از مذاکرات صلح را تحریم می کند. از سوی دیگر آوارگان سوری که در شمال اردن اسکان داده شده اند می گویند به دستاوردی در مذاکرات پیش رو امیدوار نیستند. من امیدی ندارم که این گفتگوها با مذاکرات قبلی فرقی داشته باشد. تا وقتی که نظر بر حذف کامل رژیم نباشد، وضع سوریه بهبود نمییابد. تا این لحظه هواپیماهای روسیه غیر نظامیان را هدف قرار گرفته و هیچ یک از کشورهای جهان پشتیبان مردم سوریه نبوده است. 5 سال است که اینجا هستیم. در طول این مدت دور اول و دوم مذاکرات ژنو برپا شده و حالا سومی است. ما هیچ نتیجه‌ای در عمل ندیده ایم. آتش بسی برقرار نشده و کودکان و سالمندان هنوز هم قربانی بمب‌های بشکه‌ای هستند. هیچ کس قادر به انجام کاری نیست، نه حتی یک آتش بس. هیچ کاری صورت نگرفته. اطلاق النار یعنی خوف اطلاق النار عزیز عنه یعنی ما سوی ای شی یعنی مثل غیریو. مذاکرات صلح ژنو که روز جمعه برپا می شود، تازه ترین تلاش جامعه بین الملل برای پایان بخشیدن به بحران سوریه است که بیش از 260 هزار کشته بر جا نهاده.